توی این سوال مفهوم اکسترموم رو از ما خواسته، اکسترموم نسبی. خیلی سوال قشنگیه. میگه نمودار مشتق تابع F، اشتباه نکنید، خود F رو نداده، مشتقش رو داده. نمودار مشتق تابع F این شکلیه. این تابع چند ماکزیموم نسبی دارد؟ این تابع چند ماکزیموم نسبی دارد؟ خب بچه ها ببینید، ما میدونیم هر جایی که مشتق علامتش عوض بشه تو تابعای مشتق، هر جا مشتق علامتش عوض بشه ما اکسترموم خواهیم داشت. یه لحظه اینو از اول بگیریم، این سوالو از اول بگیریم. نمودار مشتق یه تابع رو به من داده، نگاه کنید صورت سوالو. میگه نمودار مشتق تابع F به صورت زیر است، این تابع چند ماکسیموم نسبی دارد؟ ما میدونیم وقتی که علامت مشتق تغییر میکنه میتونه اکسترموم به وجود بیاد. بچه ها ببینید، تابعی که به من داده تابع مشتق، خود تابع رو نداده، تابعی که به من داده تابع مشتق. پس ما باید برم ببینم کجا علامت مشتق تغییر میکنه. من وقتی نمودار خود تابع رو دارم، اگر جایی بالای محور باشه مثبته، اگه پایین محور باشه منفیه. پس ببینید، دقت کنید، اینجا نمودار اف پریمو داده، هر جا بالا محور مثبت، هر جا پایین محور منفیه. خب حالا اینجا من تو نقطه 2 علامت مشتقم تغییر کرده، قبلش تو مثبت است، بعدش تو منفیه. وقتی مشتق مثبته تابع صعودیه، وقتی منفیه تابع نزولیه. پس این نقطه ماکزیمومه. بعد میام دوباره میبینم همشون پایین محورن، پایین محورن، پایین محورن، پایین محورن تا 6. توی 6 دوباره علامت مشتق تغییر کرده، قبلش تو منفی است، بعدش تو مثبت است. پس این نقطه مینیمومه. حالا گفته چند تا ماکس نسبی داره، خب یه دونه بیشتر نداره، گزینه 1. دقت کنین هر جایی علامت مشتق عوض بشه، دقت کنین که این نمودار نمودار خود اف پریمه. بعضی سوتی میدن، چجوری؟ یارو نگاه میکنه میگه چند ماکسیموم، میگه تو 1 ماکسیمومه، تو 4 ماکسیمومه، تو 7 ماکسیمومه، میزنه 3 تا گزینه 3. آقا مگه خود تابع اصلیه؟ این نمودار تابع مشتقه، بنابراین هر جایی علامت ایگرک پریم عوض بشه، هر جایی علامت ایگرگ پریم عوض بشه ما میتونیم اکسترموم نسبی داشته باشیم. علامت ایگرگ پریم عوض بشه یعنی از بالای محور بیاد پایین، یا از پایین محور بره